اصل هفتم. وقتی عیسی تمام این سخنان را به مردم گفت، به شهر کفرناحوم رفت. سروانی در آنجا خادمی داشت که در نظرش بسیار گرامی بود. این خادم بیمار شد و نزدیک بود بمیرد. آن سروان درباره عیسی چیزهایی شنیده بود. پس عده‌ای از رهبران یهود را پیش او فرستاد تا از او تقاضا نمایند بیاید و غلامش را شفا دهد. ایشان نزد عیسی آمدند و با اصرار و التماس گفتند: او سزاوار این لطف تو است، چون ملت ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را برای ما ساخت. عیسی با آنان به راه افتاد. وقتی به نزدیکی‌های خانه رسید، آن سروان دوستانی را با این پیغام فرستاد که: ای آقا، بیش از این به خود زحمت نده. من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه‌ام بیایی، و به همین سبب بود که روی آن را نداشتم شخصاً به خدمت تو بیایم. فقط فرمان بده و غلام من خوب خواهد شد، زیرا من خود مأمور هستم و سربازانی هم تحت فرمان خود دارم، و به یکی میگویم برو میرود، و به دیگری بیا میآید، و به غلامم میگویم فلان کار را بکن، البته میکند. عیسی وقتی این را شنید تعجب کرد و به جمعیتی که پشت سرش میآمدند رو کرد و فرمود: بدانید که من حتی در اسرائیل هم چنین ایمانی ندیده ام. قاصدان به خانه برگشتند و غلام را سالم و تندرست یافتند. فردای آن روز عیسی با شاگردان خود به اتفاق جمعیت زیادی به شهری به نام نائین رفت. همین که به دروازه شهر رسید، با تشییع جنازه‌ای روبرو شد. شخصی که مرده بود، پسر یگانه یک بیوه‌زن بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند. وقتی عیسی خداوند آن مادر را دید، دلش به حال او سوخت و فرمود: دیگر گریه نکن. عیسی جلوتر رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت و کسانی که تابوت را می بردند ایستادند. عیسی فرمود: ای جوان، به تو می گویم برخیز. آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد و عیسی او را به مادرش بازگردانید. همه ترسیدند و خدا را تمجید کرده گفتند: پیامبر بزرگی در میان ما ظهور کرده است. و همچنین می گفتند: خدا آمده است تا قوم خود را رستگار سازد. خبر آنچه که عیسی کرده بود در سراسر استان یهودیه و همه اطراف آن منتشر شد. یحیی نیز به وسیله شاگردان خود از همه این امور با خبر شد. دو نفر از ایشان را احضار کرد و آنها را با این پیغام پیش عیسی خداوند فرستاد: آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید، یا منتظر دیگری باشیم؟ آن دو نفر پیش عیسی آمدند و عرض کردند: یحیی تعمید دهنده ما را پیش تو فرستاده است تا بداند آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید، یا باید منتظر دیگری باشیم؟ همان ساعت عیسی عده کثیری را که گرفتار ناخوشی‌ها، بلاها و ارواح پلید بودند شفا داد و به نابینایان زیادی بینایی بخشید. بعد به ایشان پاسخ داد: بروید و آنچرا که دیده و شنیده اید به یحیی بگویید، که چگونه کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند، جزامیان پاک می‌شوند، کرها شنوا می‌گردند، مردگان زندگی را از سر می‌گیرند و بینوایان مژده را می‌شنوند. خوشا به حال کسی که درباره من شک نکند. بعد از آنکه قاصدان یحیی رفتند، عیسی درباره او برای مردم شروع به صحبت کرد و گفت: وقتی به بیابان رفتید، انتظار دیدن چه چیز را داشتید؟ نی نیزاری که از باد می‌لرزد؟ برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ مردی با لباس‌های حریر و دیبا؟ بدون شک اشخاصی که لباس‌های زیبا می‌پوشند و
و زندگانی پرتجملی دارند در قصرها به سر میبرند. پس برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ یک پیامبر؟ آری، بدانید از پیامبر هم بالاتر. اون مردی است که کتاب مقدس دربارش میفرماید. این است قاصد من که پیشاپیش تو میفرستم. او راه تو را پیش پایت آماده خواهد ساخت. بدانی که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است و با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. همه مردم و جمله باجگیران سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست یحیی تعمید گرفته بودند خدا را برای عدالتش شکر می‌کردند. اما فریسیان و معلمان شریعت که تعمید یحیی را قبول نکرده بودند نقشه‌ای را که خدا برای آنان داشت رد کردند. مردم این زمانه را به چه چیز می‌توانم تشبیه کنم؟ آنان به چه می‌مانند؟ مانند کودکانی هستند که در بازار می‌نشینند و بر سر هم فریاد می‌کشند و می‌گویند برای شما نی زدیم، نرقصیدید. نوحه‌گری کردیم، گریه نکردید. مقصود این است که یحیای تعمید دهنده آمد که نه نان می‌خورد و نه شراب می‌نوشید و شما می‌گفتید او دیو دارد. پسر انسان آمد، او هم می‌خورد و هم می‌نوشید و شما می‌گویید نگاه کنید، یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و خطاکاران. با وجود این، درستی حکمت خداوند به وسیله کسانی که آن را پذیرفتند به ثبوت می‌رسد. یکی از فریسیان عیسی را برای صرف غذا دعوت کرد. او به خانه آن فریسی رفت و بر سر سفره نشست. در آن شهر زنی زندگی می‌کرد که رفتارش برخلاف اخلاق بود. چون او شنید که عیسی در خانه آن فریسی غذا می‌خورد، در گلابدانی سنگی روغنی معطر آورد. پشت سر عیسی و کنار پایهای او قرار گرفت و گریه می‌کرد. چون اشک‌هایش پاهای عیسی را تر کرد، آنها را با گیسوان خود خشک نمود و پاهای عیسی را می‌بوسید و با آنها روغن می‌مالید. وقتی میزبان یعنی آن فریسی این را دید، پیش خود گفت، اگر این مرد واقعا پیامبر بود، می دانست این زنی که او را لمس می کند کیست و چطور زنی است؟ او یک زن بدکاره است. عیسی به فریسی گفت، شمعون، مطلبی دارم برایت بگویم. گفت، بفرما استاد. فرمود، دو نفر از شخصی وام گرفته بودند. یکی به او 500 سکه نقره بدهکار بود و دیگری 50 سکه نقره. چون هیچ یک از آن دو چیزی نداشت که به او بدهد، طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدام یک از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون جواب داد، گمان می کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد. عیسی فرمود، قضاوت تو درست است. و سپس رو به آن زن کرد، و به شمعون فرمود، این زن را می‌بینی؟ من به خانه تو آمدم، ولی تو برای پاهایم آب نیاوردی. اما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با گیسوان خود خوش کرد. تو هیچ مرا نبوسیدی، اما این زن از وقتی که من وارد شدم، از بوسیدن پاهایم دست بر نمی‌دارد. تو به سر من روغن نزدی، اما او به پاهای من روغن معطر بالید. بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان می‌دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است و کسی که کم بخشیده شده باشد کم محبت می‌نماید. بعد با آن زن فرمود، گناهان تو بخشیده شده است. سایر مهمانان از یکدیگر می‌پرسیدند، این کیست که حتی گناهان را هم می‌آمرزد؟ اما عیسی با آن زن فرمود، ایمان تو تو را نجات داده است، به سلامت برو.